سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. نسرین مقانلو متولد 1 تیر 1347 در تهران، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون است. او دانشجوی انصرافی سال دوم رشته مامایی می باشد که از 18 سالگی تئاتر را شروع کرد و از سال 72 به شهرت رسید و کار خوانندگی و مجریگری هم می کند. پدرش تهرانی و فعال در عرصه موسیقی و مادرش از بختیاری های هفتلنگ و بازیگر تئاتر بوده. یک خواهر ساکن آمریکا و تنها برادرش بیژن سرمربی تکواندو می باشد. نسرین مقانلو به واسطه مادرش بازیگری را از نوجوانی در تئاتر شروع کرد تا اینکه سال 65 در 18 سالگی بعد از گرفتن دیپلم امور مالی به صورت حرفه‌ای بر روی صحنه رفت. مقانلو سپس در سال 70 در 23 سالگی با فیلم دو نیمه سیب به کارگردانی کیانوش عیاری جلوی دوربین رفت و یک سال با سریال آخرین سند وارد قاب تلویزیون شد. به فاصله چند ماه از کار اول به رسول صدرعاملی معرفی شد و فیلم قربانی رو بازی کرد. سپس از سال 71 با سریال آخرین سند وارد قاب تلویزیون شد. او در کمتر از 2 سال در 6 فیلم سینمایی و 2 سریال بازی کرد. در سال 72 با فیلم همسفر به کارگردانی مهدی فخیم‌زاده خوش درخشید. اما شهرتش با فیلم مهمان مامان داریوش مهرجویی در سال 82 شروع شد. حضور در سریال قلب یخی و مختارنامه در سال 89 هم به محبوبیتش اضافه کرد. او در مصاحبه‌ای گفته: من به واسطه فعالیت پدرم در رشته موسیقی و مادرم در رشته تئاتر با فضای هنر آشنایی کامل داشتم. به همین دلیل از زمان کودکی و نوجوانی فعالیتم در زمینه تئاتر و نمایش رو شروع کردم. اما زمانی که تصمیم گرفتم فعالیت حرفه‌ایم در سینما رو شروع کنم، با فیلم دو نیمه سیب کیانوش عیاری استارت زدم. نسرین مقانلو در خصوص مخالفت‌های خانواده‌اش برای حضور در سینما گفت: مادرم با حضور من در سینما موافق بود، اما خانواده پدری هم مخالف حرفه من بودند. به همین دلیل 2 سال مامایی خواندم، ولی با اولین جراحی بیهوش شدم. مادرم خیلی دوست داشت من پزشک شوم، اما واقعا با روحیه من سازگار نبود. یادم هست برای بازی در این فیلم به همراه مادرم شهناز نامدار به رستوران رفته بودیم و اولین حضور من در سینما با کار آقای عیاری رقم خورد. فردای همان روز آقای عیاری به رسول صدرعاملی گفت: یک دختر تازه وارد معرفی میکنم که همانی است که برای فیلمت دنبالش میگشتی. بنابراین با بازی در فیلم قربانی 2 تجربه هم رقم خورد و بلافاصله بعد از آن آقای تورج منصوری برای بازی در فیلم بازیچه از من دعوت کردند و سپس در فیلم امید آقای حبیب کاوش به ایفای نقش پرداختم. آقایان دستگردی و پاکدل از من دعوت کردند برای بازی در سریال تلویزیونی لبخند زندگی با حضور پیشکسوت عزیزم خانم ثریا قاسمی که اولین حضور در تلویزیون هم برای من اتفاق افتاد. بلافاصله بعد از پایان لبخند زندگی، فیلم آخرین سند پیشنهاد شد که زمانی پخش شد که امید و بازیچه هم رفع ممنوعیت شده بودند و همزمان 3 فیلم روی پرده داشتم. خانم نسرین مقانلو، خواهر بیژن مقانلو، سرمربی سابق تیم ملی تکواندو ایران است. نسرین مقانلو در سال 72 وقتی 25 ساله بود با کمال خلیلیان فوتبالیست معروف آن زمان ازدواج کرد و برای ادامه زندگی راهی کشور آمریکا شد. وقتی کمال خلیلیان فوتبالیست تیم ملی و استقلال که در آمریکا زندگی می‌کرد برای دیدار با خانواده‌اش به ایران آمده بود، از طریق اقوام به او معرفی شدم. 2 ماه بعد از آشنایی پای سفره عقد نشستیم و پس از اون راهی آمریکا شدیم. مقانلو و همسرش صاحب 2 فرزند به نام‌های ارشیا و آریان هستند. هر 2 پسر متولد آمریکا و بزرگ شده و تحصیل کرده آنجا هستند. خانم مقانلو بعد از 10 سال به ایران بازگشت، اما همسر و فرزندان بین ایران و آمریکا در رفت و آمد بودند. کمال خلیلیان مهاجم تیم ملی فوتبال، قهرمان جوانان آسیا و عضو باشگاه‌های گمرک اهواز و همسر نسرین مقانلو بازیگر کشورمان می باشد.
نسرین مقانلو در مصاحبه‌ای گفته ماجرای ازدواج من سر فیلم همسر آقای فخیم‌زاده بود که به خاطر اسمش سرنوشت من رو رقم زد و در همان گیرودار ساختش بودیم که برای خواستگاری از من به منزلمان آمدند و بعد از 5-6 سال کار مداوم در عرصه‌های مختلف با همسرم ازدواج کردم و به آمریکا رفتم. البته سالی یک بار به ایران می آمدم و به صورت ناپیوسته کارهایی را انجام می دادم، مثل کار نابخشوده مرحوم ایرج قادری که هنگام بارداری پسر بزرگم اتفاق افتاد، یا فیلم بنبست اصغر نعیمی که با فرهاد اصلانی و دکتر عزیزی بازی کردم. ازدواج فرصتی برای امتحان کردن خودم بود. با ازدواج عاشق شدم و با خودم فکر کردم این بهترین فرصت برای امتحان کردن خودم هست که آیا می توانم مدتی از آنچه دوست دارم دور باشم یا نه. آن 10 سال خیلی بر من سخت گذشت. بسیار دلتنگ بودم. خیلی شبها می نشستم برنامه چشمانداز رو می دیدم. همکارانم رو نگاه می کردم و گریه می کردم. فیلم هایی که بازی کرده بودم رو نگاه می کردم. 10 سال پیش بالاخره تصمیم گرفتم با همسرم صحبت کنم و میزان دلتنگی و علاقم به کارم رو به او گفتم. خوشبختانه او هم قبول کرد به همراه بچه ها به ایران برگردیم تا بتوانم بدون دغدغه و استرس به کارم برسم. واقعا خیلی سخت هست که هم زندگی هنریت رو داشته باشی و هم زندگی شخصیت رو. اما همه اینها رو مدیون بچه ها و همسرم هستم که اجازه دادن برگردم و دوباره همان کاری رو انجام دهم که دغدغه و مورد علاقه هم است. دختری در قفس آقای سول میرزایی اولین فیلمم بعد از آن دوران بود و بعد از آن برای بازی در سریال مسافری از هند از من دعوت شد. خانم نسرین مقانلو فعالیتش در حوزه موسیقی رو با دکلمه تقدیمی به مرحوم عسل بدیعی بعد از فوت او در سال 92 آغاز کرد. او سپس انتشار دکلمه ساعت شنی و بعد از آن هم به صورت جدی با اهورا احمدی وارد تهیه آلبوم شد. آلبوم ساعت شنی اولین تجربه مقانلو در عرصه موسیقی است. او با بیان اینکه سعی دارم اگر ممکن شود در آینده یک آلبوم شخصی با صدای خودم دکلمه کنم گفت فعلا به خواندن و کنسرت گذاشتن برای بانوان فکر نمی کنم. در حال حاضر تمرکز من بیشتر روی بازیگری و کار دکلمه است. این خانم بازیگر به شدت به آشپزی علاقه دارد و از اینکه پای گاز بایستد و غذا بپزد لذت می برد. همین علاقه سبب شد نگارش کتاب آشپزی نسرین رو شروع کنه. انتشار این کتاب در سال 94 مورد استقبال قرار گرفت. به همین خاطر برای مدتی مجریگری برنامه آشپزی دستپخت به او سپرده شد. او در ادامه افزود من همیشه میگویم همانطور که بدن برای زنده بودن و انرژی و تراوت داشتن احتیاج به آب و غذا دارد، پوست بدن هم احتیاج به آبرسانی و تغذیه سالم دارد. با این وضعیت آلودگی هوا، فشارها، استرس کار و زندگی در شهرهای بزرگ پوست ما خیلی آسیب می‌بینند و احتیاج به توجه ویژه دارند. من سالهاست که سلامت پوستم رو تحت نظر پزشک متخصص به طور مرتب و منظم کنترل می‌کنم. البته کسانی که گذشت دارند، مهربان هستند و به دیگران محبت می‌کنند، چهره‌های شادابتری دارند و انرژی مثبتی از خود ساطع می‌کنند. البته جوان ماندن در نژاد ما بختیاری هاست. و اگر دقت کنید میبینید اکثر بختیاری ها پوست خوبی دارند و جوانتر از سن خودشان نشان میدهند. مقانلو در بخش دیگری از این گفتگو گفت من در حدود 3 سال پیش درباره یک کرم تبلیغ کردم. الان در ماهواره برای تبلیغ یک کرم خارجی که من اصلا روحم درباره اون خبر نداره، عکس ها و تکه های کار من رو از اون کار 3-4 سال پیش برداشته و برای تبلیغ این کرم خارجی گذاشتن. این کرم خارجی رو من تبلیغ نکردم. هر زمان یک سلبریتی نام اون محصول تبلیغ رو نیاورد، بدونید که اون تبلیغ فیکه و او این کار رو نکرده. به نوعی از ما سوء استفاده میکنن. من در مراجع قضایی هم شکایت کردم که بتوانیم اونها رو پیدا کنیم تا از تصویر ما استفاده نکنن. من عاشق مردم هستم و مطمئن باشید هیچ وقت به خاطر پول کاری نمیکنم که مردم اذیت شوند. نسرین مقانلو تا کنون در فیلم ها و سریال های زیادی به ایفای نقش پرداخته که از این آثار میشه به همسر، دختری در قفس، مهمان مامان، سوپر استار، نابخشوده، گناهکاران، نیوکاسل، خون شد و زنها فرشته اند 2 و در بخش مجموعه تلویزیونی به مسافری از هند، خواستگاران،
مختارنامه، قلب یخی 1 و 2، تنهایی لیلا، آرام میگیریم و دل اشاره کرد. نسرین مقانلو در فضای مجازی جزو کاربران پرمخاطب و محبوب محسوب میشه و در اینستاگرام خودش بیش از 5 میلیون نفر او رو دنبال میکنن و تا کنون بیش از 2100 پست رو در پیج خودش منتشر کرده. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و اگه هنوز عضو این کانال نیستید میتونید از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.